با رویاهایت بخواب، با اهدافت از خواب بیدار. سلام و وقتتان بخیر خوبانه که تلویزیون آریانا برنامه گپ نو رو بیننده هستین. آرزو دارم هر کجای دنیا که هستین جور ساعتمند سر حال باشین و تا پایان برنامه خودتان برنامه گپ نو رو بیننده باشین. طاعت عباداتتان به درگاه حق قبول و مقبول و در برنامه گپ نو امشب هم با بخشای متفاوت در خدمت شما هستین و خبر خوش یا خوش خبره که در برنامه ما میباشه همیشه با امو زبان توتی مانند خود میه خبرای خوش تقدیمتان میکنه. نصر جان خوب هستی؟ بخیر باشی. خوب هستی انشالله؟ خیراتی هست انشالله. بخیر باشی. ماه روزه هم آغاز میشه و فکر بکنم که آمادگی ها رو هم گرفتی. برای رمضان هر قدر آمادگی، بعضی کسا میگه که زیاد بخوریم که روزه می پازم خود نمیشه، او قسم آمادگی یک کس گرفته او قسم نمیشه، اما میشه که آمادگی عبادت همیشه میکنیم، آمادگی زیر بگیریم که عبادت زیاد کنیم و زیادتر به خداوند رجوع کنیم. اگه سابق عبادت نمیکردی حال دیگه کم یاد بگی که ایمان عبادت خوب... عبادت است. بعضی کسا میگم لازم جان در رمضان باز نماز خوب محکم میکنم. در میت پس الهیش میتن. ما غیبت نکردیم، مرا خراب نیست. بر صورت خبر اول چی است نصرت عزیز؟ خب خبر اول برای کسایی که کرکت دوست دارن. خب بازی آی پی ال شروع میشه بخیر و به تاریخ 31 مارچ و اولین بازی البته قهرمان فصل گذشته گجرات تایتانز در مقابل چنای سوپر کینگ خود بود در احمد آباد برگزار میشه این بازی به تاریخ 31 مارچ. به هر صورت میریم یک چند تصویر از آمادگی های که برای آی پی ال گرفته شده را با هم میبینیم و برمیگردیم در ادامه گپ نو با خبرهای بعدی. همچنان با بخشهای بعدی با شما خواهد بودیم. بیا هم په خیر او ګرځیدې دا خایستان زورونه چې د آی پی ال لپاره چمتووالی نیول کیږي تاسو په ګډه سره وکتل او ان شاء الله چې آی پی ال په یو دیرشم د مارچ شروع شي او هغه کسان چې کرکټ لوبو سره مینه لري کولای شي چې دا لوبې یو دیرشم د مارچ نه وګوري. بله و خبر بعدی هم ما فکر بکنم از ای کرده برای کس برای اعضا و هموطنای ما خبر خوش نخواهد بود نصرت عزیز. پیش از اینکه بگویی ما حد زدیم که آمدن ماه مبارک رمضان خودش یک خبر خوش است. بله. و این که برنامه ضیافت اما تو ضیافت رمضان است. ضیافت رمضان. بله. بله برنامه ضیافت رمضان دوباره آغاز میشه، این هم یک خبر خوش دیگر. این که با کدام ویژگی ها آغاز میشه بیشتر نصرت جان برتون خواهد. خب ضیافت رمضان باز هم مثل سالهای قبل با امو نعتخوانی و تلاوت قرآن از ایشان همیشه میباشه، اما ما در این برنامه باز هم بخش کمک ها به فقرا را داریم که انشالله باز هم ما تا حد توان کوشش میکنیم که به تمام کسایی که واقعا مستحق هستند این کمک ها را برسانیم. گپ خوب نصر جان. بله خبر خوش همی بود که برای دوستا یادآوری کردی و در قسمت کمک ها عزیزانی که نیازمند هستند در این برنامه کمک میشه هموطنان عزیز ما، ولی کسایی که دستشان میرسه که کمک بکنند پس امی برنامه پل است که شما میتوانید از طریق برنامه ضیافت رمضان از طریق برنامه برای هموطنان عزیز ما که نیازمند هستند واقعا حتی روی سفره افطار چیز ندارن میتوانید کمک بکنین. ما همو کمک های شما را به گونه امانت میرسانیم. درست است. پس در مورد ضیافت رمضان ببینیم که همو پرومو و اعلانش رو ببینیم. امی خبر خوش است دیگه. بله میبینیم ناظم جان. تلاوت قرآن آنگاه که با خدایت گپ میزنی، رمضان آنگاه که از روزیت کمک و انفاق میکنی، رمضان آنگاه که خود را به خدایت نزدیکتر فکر میکنی، رمضان آنگاه که جسم و روح را از آموختهای دینیت صیقل میدهی، و رمضان مهمانی بزرگ خداوند بر روی کره خاکی. و این همه
در برنامه ضیافت رمضان. ادامه برنامه گپ ناو. برای از ادامه برنامه شما را خوش آمدید میگم. نصرت جان، ماه مبارک رمضان بهترین فرصت در کنار از اینکه برای عبادات است، میتونیم ورزش بکنیم، میتونیم وزن کم بکنیم، در کنار از اینکه ما نمیخوریم و نمینوشیم، بهترین موقعی است که ورزش بکنیم و صحتمند باشیم. یکی از مهمانای بسیار خوب را رستم جان رسولی در این بخش دعوت کرده که در بخش ورزش قهرمان ورزشی است. از ورزش یادآوری کردی، مهمانم از بخش ورزشی است چطور؟ بله کاملا در مورد دستاوردها و اینا صحبت خواهد کردن. بخش آل احوال با جمشید جان با دکتر سایر رستم رسولی داشته باشیم. خود چی کنیم، نام همکارای ما همیشه روی زبان ما، دوستشان داریم. دکتر سایر رستم رسولی با مهمانش ما خودت میریم که با بخش بعدی آمادگی بگیریم، درست است؟ حرکت کنیم بخیر. بله صاحب. بهار بهترین بهانه برای آغاز و آغاز بهترین بهانه برای زیستن. بهارتان مبارک. سلام و شب همه شما هموطنان نهایت عزیز ما در سراسر افغانستان و بیرون از کشور بخیر. آرزو میکنم همه شما عزیزا صحتمند باشین و روزهای بهاری را بخیر و به خوبی آغاز کرده باشین. باز هم در برنامه گپ ناو در بخش حال و احوال در کنار شما عزیزا هستیم و امشب هم یکی از مهمانان بسیار عزیز با ما هستند، کسی که رشته مبارزات آزاد یا هم MMA را به پیش میبرند و شاگردان بس و زیاده دارند. استاد محترم امرودین حفیظی، ترینر مبارزات آزاد. استاد سلام، شب شما بخیر. سلام خوش باشی. پیش از همه سلام بر شما، به برنده تلویزیون آریانا، امرالدین حفیظی هستم، ترینر مبارزات آزاد. بسیار تشکر استاد محترم، سلامت باشین. مطمئنم که تعداد زیاد از هموطنای ما با شیره شما آشنایی دارن و بخصوص عزیزایی که سر و کارشان بیشتر با ورزشکارا هستن و ورزش MMA را کسای کلاقمند هستن، حتما میشناسن که استاد شاگردان بس زیاد دارن و اونا را همیشه تمرین میتن و در مبارزات که انجام دادن تا به حال واقعا شاگردایشان پیروز شدن و نتایج خوب هم حاصل کردن. استاد این روزها چطور سپری میشه تمرینایتان، آمادگیای ورزشکارا؟ والا خوب است، ماشاءالله در این روزا مسابقه خیلی زیاد هم داشتیم، دیگه سازمان ها مسابقه برگزار کرده بود، دیگه تا فعلا خوب میگذره. بسیار خوب. ورزشکار خود تعدادشان مطمئناً بسیار زیاد هست، بخصوص در رشته مبارزات آزاد، ولی شما با کدام ورزشکارا بیشتر راحت هستین، روابط صمیمانه و دوستانه تر دارین؟ والا سوال خوبی کردید که چی رقم باید بگم، که همگیشان خوب هستیم، خب متاسفانه ضیافترشان از پیش ما دورتر است، ضیافترشان که ما در دوستی رسانه ای داریم، خب متاسفانه که نشتیم نزدیک، که هدف ما که کلگی خوب تر هستیم. بسیار خوب، طبعا دیگه کسی که استاد می باشه تلاش خود را میکنه تا همه شاگردهشان احساس خوب و امرایشان داشته باشه. بله سلام. یعنی خدر فرق قائل نمیشین بین شاگردان. نخیر. بسیار خوب. و شاگردای نخبه‌تان میشه بر ما یادآوری بکنین که کی ها بودن، کسایی که شما بالشان بیشتر زحمت کشیدین و واقعا نتایج خوب هم گرفتن در مسابقات؟ شاگردا خوب برات بگم دکتر صاحب که ما 12 سال 11 سال کلب داریم، میشه شاگردای خیلی زیاد تربیت کردیم، فعلا هم دمی کلبداری مصروف هستیم. او اگر برده حساب چی برات بگم، مثلا سمیه فیضی بود که مسافر است، عمران حفیظی که چند روز یک 15 روز پیش که مسابقه ردیف امریکایی خود در راون اول نکاوت کرد، سلطان سلیمانی است، دیگه دوستای جوانه مثلا شایس از قدمه تمرین میکنم، دوستای دیگه هم. بسیار خوب، بسیار عالی. مطمئنن که هموطنان عزیز ما بخصوص جوانایی که رشته مبارزات آزاد را دوست دارن همیشه از توصیه های شما هم استفاده میکنن در قسمت پیشبرد رقابت هایی که دارن یا هم حرکات ورزشی را که اونا اجرا میکنن. در این اواخر تعداد زیاد از جوانا علاقمند شدن به پیشبرد MMA یا هم مبارزات آزاد. حالا در افغانستان ما ورزشکارای این رشته را خیلی زیاد خوشبختانه داریم، ولی از نظر شما بهترین ورزشکاران در رشته MMA یا مبارزات آزاد در سطح افغانستان کدام ورزشکارای ما است؟ سوال خوب. جوانان خیلی علاقمندی داره، خو در ای آخر مثلا مسابقه های مثلا به سطح ملی ما استاپ شده، مثلا در رسانه که مسابقه برگزار میشد، خب باز هم جوانان خیلی علاقمندی داره، خو مسابقه مثلا بدون از رسانه برگزار میشه، فضل خدا جوانا علاقمندی و در حساب چی را گفتی که چند مثلا بهترین ها کی است،
وقت بهترین ها زیاد بهترین ها داریم افغانستان، مثلا بهترین ها داریم که برای نوع کار نشده وقت مثلا دولت ها هستک. خب ما پلان ما مثلا تیم ما که هستک مثلا استاد و یک دوست دیگه ما که استاد خالد مچ میکر هستن، یا پلان ما این طور است که ما باید استعدادا را از ولایت ها مثلا هر جای که هستن ما پشت استعدادا میگردیم که باید استعدادا را در روی سنه بریم که روش کنن برای وطن ما افتخار کمایی کنن. بسیار عالی. استاد این بخش برنامه ما سوالات خاص داره و سوالات ما هم به نام سوالات گزینه‌ایات میشه. من سوالات با شما شریک میسازم، شما از بین دو گزینه فقط یکی را حق دارین که انتخاب بکنید. اگر بگیم مثلا بگیم چی رقم بگیم؟ هر دو؟ هر دو، اگر هر دو هم اوکیست؟ قانون این بخش ما هست یکی باید انتخاب شد. صحیح، توکل به خدا. خدا آماده هستین؟ فعلا بسیار آماده هستین. میریم به طرف سوالات گزینه ای ما. اگر از لحاظ مهارت ورزشی یکی را انتخاب کنید، کی خواهد بود؟ احمد ولی هوتک یا باز محمد مبارز؟ والا یک چیز برد بگم، خب امی مشکلات خود اردوشان داره، خب در کل باز محمد کاکگری خودم داره. باز محمد، باز محمد مبارز. بسیار خوب، یکی از ورزشکارهای سرشناس ما در افغانستان است که واقعا دستاوردهای خوب هم داشته. چرا جوانان بیشتر علاقمند مبارزات آزادند؟ به دلیل تاثیرات جنگ یا جالبیت این رشته؟ به خاطر جالب و دلاوریشان. دلاور است امتنان ما و فایترهای ما. بسیار خوب، یعنی خودشان همونطور با جرأت هستند و به جرأتی که دارن انتخاب میکنن این رشته. همین رشته کم خشنگ آمد من دارم انتخاب میکنن، خوششان می. بسیار خوب. جنگ تاثیر نداره به نظر شما؟ جنگ هایی که در سالهای گذشته داشتیم تا به حال یعنی ادامه داشته در بعض قسمت جنگ... افغانستان اثرات منفی شاید داشته باشه برای روح جنگ؟ خب ما اگر برد بگم ما یاد ما ما که کلان شدیم دمی جنگ، کلان شما کل ما شما دمی جکیت جنگ هست همیشه و فضل خدا لرامی شده دیگه، شاید تاثیرات دیگه یک چیزی باشه. بسیار خوب. عوامل کندی در پیشرفت ورزشکاران ما در افغانستان به نظر شما کدام ها است؟ فقر یا نبود حامی؟ فقر فعلا فقر است. مثلا اگر اقتصاد ما خوبتر می بود مثلا می توانیم مملکت های دیگر را با تمرین انتخاب میکردیم. بله بله واقعا. و جالب همی است استاد که اکثریت ورزشکارهای با استعداد ما، کسایی که واقعا دستاوردهای خوب هم داشتن، زمانی که نیاز میشه اینا به خاطر یک رقابت یا یک مسابقه و بیرون از کشور سفر داشته باشن، یا به خاطر نداشتن پاسپورت یا هم به خاطر نداشتن بودجه مالی نمیتونن در این مسابقات شرکت. بله بله دیاف مرماخو جوانای است که تو شما باور کنه که به خدا عطا با پیسی یک ترفیس یک 2000 پک مسابقه سازمان ها مسابقه برگزار میکنه، اونو را قرض میکنه تا در فامیل لانجهشان سر نمو است، نمیتش فامیل برش پیسه و فامیل برش میگه که برو کار کو، مثلا برو درس بخوان، دی ورزش چیزی جور نمیشه. دیافتر فامیلا اکثرتش به می نظر چرا بر ما خود دیدن راستیم بر ما شاگردا دیافترش رازه خود میگه. خب ما با فامیلا خواهش ما است که یک مثلا خواهش از پیشان میکنم که بچه‌تان جوانتان بان که ورزش کنه، خدا را خواست روز نشه که ورزش الهی کنه بره به مواد مخدر بازو و خفسیدی کردن دیگه به درد نمیخوره. بله. خدا ورزش کردنم یک سرگرمی بسیار سالم است، یعنی بله بله. هر جوان اگر ورزش بکنه وقتی که ورزش شروع کرد زندگیش هم سالم میشه، تغذیه سالم میشه، خوابش سالم میشه، استرس خود را کم میسازه، افراد مثبت را در کنار خود انتخاب میکنه و میاست که آهسته آهسته زندگی یک جوان تغییر میکنه و به طرف مثبت روان میشه. بله. پس خیلی هم خوب است که ما ورزش هر رشته که باشه آغاز بکنیم. خب استاد، در آغاز سال 1402 قرار داریم و شما چه برنامه هایی دارین، چه پلان هایی دارین که در سال 1402 به خیر اجرا بکنین و دستاورد داشته باشین؟ بسیار سوال خوب. ما سه قرارداد ما با هموطنان ما به گرفتیم به خاطر مسابقات بدون مرزیشان. فعلا سه قرارداد که یکیش دم چند روز بعد بخیر باش قرارداد میگیریم که استاد وید امیری مچ میکر ما افغان ما در بلاروس است که اونا یک مسئولیت بر ما داده که تو اینجا استعدادا را مثلا معرفی کو بر ما، کسایی که وقت لیاقت داره به خاطر ما هم استعدادا را معرفی میکنیم که با وطن ما با مثلا با وطن داره ما خوشحالی بیاره، با وطن ما افتخارات کمایی کنه. این هم سه نفر به بلاروس اونجا انتخاب کردیم. او دیگه مچ میکری دیگه ما که دوست ما اینجا افغان ما
دیگر با پاکستان فایترها را مثلا ما انتخاب میکنیم که چند روز پیش یک تیم ما پاکستان رفته بود دست پر آمدن ماشاءالله خیلی نتیجه خوبی گرفتیم. بازم پلان ما است که با کسایی که چانس داده نشده اونها را ولایت ها مثلا زیافتر فایترها هست خوب با بچه های با استعداد هستن مگر پاسپورت ندارن مشکل پاسپورت یعنی زیافتر است با جوانان ما کسایی که پاسپورت داره و اقویت اول دارن که وا میرن به خیر به مسابقه در کوشش ما میست که بخیر ما کسایی که استعداد داره در روی سنه بیاریمش. بسیار عالی. استاد بزرگترین دستاورده که ما در رشته ممی در افغانستان داشتیم در سال 1401 چه دستاورده بود؟ بهترین ممی ما یک دمی ممی کاران ما واقع در کدامش اگر ما مثلا ببینیم اگر مثلا اثر بادرداده شروع مثلا نمتصر نصرت اقبرد جاوید بشارت فرید بشارت همه تو بیایم مثلا دیگه وردشکارای مثلا عظیم بدخشیس دیگه زکی رسولی همه تو دیگه فایترهای خیلی خوبی دیگه با مثلا سمی فیضی بود امران بود مثلا استاد فواد آریا که جوان ما مینجه است یعنی کلشان افتخارات به افغانستان آورده دیگه می کلش بر ما دست آورده است نمیتونم که یکی آورده یکی کلشان وقت افتخار افغانستان است. دقیقاً. خب جای بس افتخار است که جوانان ما در هر شرایط تلاش میکنند و خود تلاش کردن هم به معنای قهرمان بودن است. در شرایطی که ما اصلا وضعیت مالی خوب نداشته باشیم یا هم از لحاظ روحی و روانی آرام نباشیم بالاخره اگر ما اقدام مثبت را انجام میتیم خودش به معنای قهرمانی است و من مطمئن هستم که همه جوانای عزیز کشور ما قهرمان هستند در هر رشته ورزشی که کار میکنن و تمرین دارن. خب حالا استاد گفتنی و پیام شما چه هست بر جوانایی که ورزش نمیکنن یا اود از جوانایی که ورزش میکنن ولی فعلا ناامید شدن یا هم آیندهشان را آینده تاریک میبینن شما برشان چه پیام داره؟ پیام ما به جوانایی است که هیچ وقت ناامید نباشه زحمت بکشه تلاش کنه اگر 99 در بند باشه یک در باز باشه مثلا میتونه ما پیروز شویم یعنی ناامیدی اصلا برای مسلمان هیچ کاری نیست انشاءالله یک روز نه یک روز که جای یا تارگیت کرده بخیر دمو جای میرسن انشاءالله کوشش کنن زحمت بکشن. بسیار عالی. یک دنیا سپاس استاد محترم از حضور شما در بخش حال احوال واقعا خوشحال شدیم. شما هم یکی از افتخارات کشور ما هستین و الگو هستین بر نسل جوان. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتید. تشکر دکتر صاحب. سلامت باشین. از شما عزیزا هم قلبا سپاس که تا این دم در کنار ما هستین و بیننده بخش حال و احوال بودین. ولی برنامه گپ نو باز هم ادامه داره. در ادامه با همکاران عزیز ما باشین. ادامه برنامه گپ نو خوش آمدی نصرت جان. تشکر نازم جان. کمره مخفی می داشته باشیم صحیح است؟ کمره مخفی دوستا شاید فکر کرده باشن که چرا ما گیم نداریم ولی به هر صورت کمره مخفی هم چون یکمک شوخی و گپا داشت ما گفتم برنامه هم ویژه است و مناسبتی بیاین یکمک آرامتر برنامه را تقدیم بازم حتما خیام جان رفته مردم آزاری کدام جایی رفته دیگه تقدیم اجزا میکنیم و برمیگردیم در ادامه وسیله جان با مهمانش در برنامه گپ نو خواهد بود. سلام لالا جور بخیر خوب هستی بگن یک دانه سیگرت خوبته چای بخوردی بیاد خیر ببینی گمش از ما چای صبح ما بابا سیگرت است همو لایتر تام بده که یک در بده چیگا پاس بابا یه را جا نمیدید لطفایی میخوریم حالا چای تا بخو حالا چای تا بخو من خود از چای گپ ندارم چای تا بخو تو میکشی دو دوش طرف ما و بچیم پخ میکنی و ما از کل زرارش با ما بیاد پیسه داده ما تا ما فونه میتیم ما نه سعیس پیسه داده یه جای سگر زدن نیست سگر تا باید در گیرون بزنیم ما چی کنم که بیادر چیز از چای میخوری قربان چا پیسه میگیری مفت نمیتیم سگرزدن ممنون اگه میگی برو ورزش کو حیفت نکردم اگه میگی بابا دیگه از سودا نمیخرم قربان چا سوپرمارکت بل مشتری های دیگه بعد از دکان برای زینمی از بابا نفروش خی سگرت نفروش دادر گفتم از سگرت تا برو در بیرو بزن بیادر پیسه داده ما تمام خونه داریم از خودت که ضررش برمه زیاد است
جای سیگره زدن تا باید بفهمید یادار قربان چم پیسہ داده ما خونه نداده درست پیسہ دادی جان برادر سیگرت ته ده بیرون بزن قندم جای سیگره زدن اینجا نیست بر کل مشتری نقص میکنه دود سیگرت ما چه کنم مشتری تو نه سودای طبیعی که بیادر برو بخیر حالت دود تو خبر ما نقص داره کاکا حالت نقص داره نقص دارن تو هم بزن ما خو نگفتیم تا که نزن بیادر بفرمایید بیرون سیگرت در داخل دکان نکشین سیگرت کشیدن ممنوع است گپ ما را گوش تا میکنن اصلا من می این سیگرت خود در میتونم اینجا مثال در طفلای خورد به خودت نوجوان هستی که نمی چیز خوب نیست نمی بوی سیگرت ضرر از برتون مشکل پیدا میشه بگم بعد مشتری ما این گپ گوش تا میکنن نمیفهمیم ما که چی رقم امرایشون برخورد کنیم و چی بگویم شانه که برادر در داخل سوپرمارکت سیگرت ممنوع است بازم گپ ما را گوش نمیکنن من اینجا استاد میشن در میتن دود کلا میرن خواه تخمه خو زده ایم یک پیاله چای هم بخوریم یک سیگرت دیم که تب ما راست شد بدر چی سیگرت انداخته رو ایستی ما اینجا نان میخوریم و تو سیگرت میزنی تو سر ما حالا ما نان نمیخوریم حالا ما اینجا نان خورده ایستیم چرا خب رستوران دسته بدری ای بدر ای حالا سیگرت هست سیگرت خود سیگرت هست اگه اینجا ما نان بخوریم و سیگرت تو را چالان کرده رو ایستی سر ما دود کرده رو ایستی بخب برای بدر صدا کوی رستوران دو بدر بیایی چرا خب یار رو ما اینجا نان میخوریم سیگرت انداخته می گله دست بچه هست چرا خم گله دست بچه ما اینجا نان خورده رویستیم توی جای سیگرت زدن هست که تو سیگرت میزنی ما چی کنم که نان میخوری اگر تو نان خورده بخی سیگرت زدن ایستی برو در بیرو بخی در خانه ایت برو دی سیگرت تا یک دانه برگر خریدی حالا سر ما خودش حالی برگر نداره ما اینجا نان خوردن آمدیم و بس سیگرت چالان کردن تو آمدی تو ما چی کنم تا ما بایسه داده ما اینم اینجا مشتری شد بایسه داده صدا که بدر بیایی چرا خم این رو روز هستی بیر بکش یک ناقی اینجا سیگرت زده رویست ما اینجا نان خورده رویستیم ما چی کنم بیادر کی را صدا میکنی؟ آ بچه رستوران ده آ گارسون یک تق تق نکن تق تق نکن ما اینجا نان خورده رویستیم تو آمدی که اینجا سیگرت زده رویستی آ گارسون گارسون چرا تق نکن ما نان خورده رویستیم ایستم ما سیگرت زده رویستیم این کلا اینه برش مزایمت ایجاد میکنی بخی بیاره بخی ما اینجا نان خورده رویستیم تو سیگرت تا چالان کریم بخی برو تیر ما رزم پیسه ما ایسیم بشی قد تق تق نکن آقی باز کارت خراب میکنم کارت خراب میکنم آسان نیست بخی در خونه برو سیگرت تا دادی بخی بخی بدر قدر خراب هست نکن بخی برو بکشی رست بودم ما اینجا نان خورده رویستیم برو نمی سیگرت تام کل کردیم برو نمی سیگرت برو ایت نزم برو بخی ما اینجا نان خورده رویستیم تو سیگرت تا چالان کردی دکه نبید ای رستوران نبینم اتا که جای سیگرت زدن است اگه این نان بخی سرمزار کرد یه نوز همی چالان دود کده رویست دیر ما از این نان بخی هم نان سرمزار کرد نوی داری چی حال روزم؟ داری چی حال روزم؟ اینمی برس کلگی ضرر داره سیگرت هست بیادر سیگرت هست سیگرت هست در جای گوشه هست سیگرت هست در جای فضای خالی که مردم نباشه اینجا خوب بین محتره کرامتی مفخو نمیدیم ما خوام کرامتی ما که گفتیم که ما کرام نمیدیم کرامتی برو در یک محتره دگه تاکسیش در بز بگی خو محتره لاینی است خب لاینی خواست حالا که تو سیگرت میزنی باز تو با خود تاکسی بگی ما خود لاینمی موتر لاینی است یکی برمانه و خود ضرر داره و مردم دیگه ضرر داره از کجا شد پیسه تاکسی پیسه سیگرت نیست باز پیسه تاکسی شقه مردم هستین شما لاینمی داده یک فضای خالی سیگرت داده که کس نباشه لاینمی با خود ضرر داره و جامعه ضرر داره بارا مایی 30 سال است که سیگرت میزنه خود 30 سال که اینه مردم افغانستان که این در بدر و خطر این سیگریت ده و چیز ده یعنی اینه میده در گوشه خالی که مردم نباشه سیگریت ده ده یقه مغز سر مرا نخوا تا میشی برو تا شو برو بدرم سیگریت ده جای دگه ده بدر بسیار چک چک نکن
حالا یک ذره نزاکت هم استاد خوب چیزه یه نمیره باید استاد یه نمیره تا میکنی ما تا شویم. لالا پانیش سگریت تا یک جای گوشه دی بشه تو چی گستی که مرا تا کنی؟ تو هنم یک سگریت تا در گوشه دی باز یک موتر دیگه بالا شو بشه گپ ناق نزن استادک استاد که من تا شوم تا شو سگریت تا که زدی در موتر خالی بالا شو باز گپای ناخ ناخ نزن گپای ناخ ناخ نهی به جامعه ضرر داره نمیدانی نمیدانی زده نمیدانیم به جامعه ضرر داره اینمیست که جامعه جانه بیشی شه تو وار داره شه دیگه ما وطن ما میخوایم که پاک و دلتا گلان و دلتا سامان مطلب مون وطن پاک ورا پاک خودت پاک مرا چی کی در جو خدی دلتا سامان مطلب خدا توان لری حال ما چی کنه مشه نه تو مرا دختن شما چی شام کنه او حال ما ایرا جام کنم وطن ما را پاک نگه داره بله با خاطر چیز که شما به این طرف میدهید وظیفه تست کاکا پاکو دگه وظیفه منه سی وظیفه همه ما شما مسلمان هستیم نظافت جد ایمان هستیم نمیده برادر یه نمیده جایش نیه که اونجا باید بندازیم حالا خب وظیفه تست من انداختم اینم اینجا دگه ما آوردمش از خانه خود اینم اینجا انداختم نال بگی تو بردار شده دیگه تو که انداخت اشتباه کردی خو زور میگی که تیما که تو دیگه من دادی تو وظیفه تا دیگه وظیفه کل ما شما برادر وظیفه ما چی میکنم ماشش تو میگیری من با هم پاکنم حالا ماش خود درست از من میگیرم نظافت جز ایمان تا برادر یه خو یک نگفت که شارواله درجه در جان تا دیگه تو کل کوچا کل مده و زموار کلگی وطن تو باشی وظیفه فرد فرد ماشی یا در هر جای شهر کابل که ببینی نمت اینی می بر نمونه ماندگی است مردم یاره در چارد گوشهش مندازن حالا ما کنداختیم سر ما بیادر تو باز انتقاد میکنی برادر امیر خوشتبا که اونی دولار بر خود بکنی خایدگه ای در جای ماندگی است مردم خم یاره در بغلایش مندازن خدا بغلایش اونو می اشتباهات خدا باید بگیرم این کار نکنیم برادر این میکاره امرو تو که اشتباه بچه هد نکنه چون نه وطن کلگی دنیا گرد وقت میشه با خاطر نمی میشه برادر قند حالا بگی یک بیل میشه پاکش کدگه یک بیل میشه اگه امروز از تو باشه خب مطلی نیست یک بیل از سینه من دادم تو بیاچه نه آسه دیگه و دیگه تو نمیده کار میگه برو پدر نمی کار کنه ما نمی کار میکنم والا دیگه کافا مزه میشه نزده مال چی میگی بگا خود دیگه ام لفه انداخت میکنه رو میگه چون رو همه داده که نمیگه انداختیشه نمیگه حالا بگی انا فقط من دقیقه کار میمارم اینه برات مندازم خیر ببینه خانه تا باید اینی کار وصل مسلمانی مسلمانی عدالت اینی می وطن حالا خیلی کاش که باز دیگه مردم هم همی کار کنه نه هر کد باید رو در کنیم بفهمیم آقا بده مردم دیگه خود قصهش نمیشه به در سای کم یاره مندازه دوباره چیز نمیگی یک مره باز گیر میکنی کاکا تو دیگه باید همه ما این میتیاب میگیریم نظم وطنه که خود ما شما خراب کنیم و اولاده ما شما بطر یاد میگیرم و هم خراب میکنه برادر خو خیر خیر ببینید دیگه حالا ببخشی صحیح است زنده باشین آقا آ خیر ببینید بیا هم گپ ناو پرونی ته په خیر او ګرځیدای د خیبه هم تاسو کتل چې خیام جان تلای دا او بیا په خار کې خلکو ته سره لګ زره شو خیانه د لودي او فکر کوم په دې برخه کې بیا هم بصیر جان مل ملري bale بصیر جان بصیر جان البته جان بصیر جان باش که باو شاله درست بگیرم رمضان پیش از پیش تاثیر کړه یک کم خو تاثیرات خود داره بصیر جان همکار بسیار قهرمان و بسیار شجاعی مو در این بخش مهمان می داشته باشه ما خودت استودیو را بگذاریم برای بصیر جان
میاین و ما و خودت میریم به طرف آمادگی بخشای دیگه. بریم بازم جان؟ بریم بریم. سلام، خوش آمدین به برنامه گپ نو در یک شب نو با مهمان نو و قصه های نو. امیدوارم که روزتان هم به خوشی سپری کرده باشین. بصیره حبیبی هستم، تشکر از همکارانم و با تمام همکارانم باز هم در برنامه گپ نو با شما هستیم که شبتان قشنگتر و زیباتر بسازیم و یک برنامه جذاب و دیدنی را تقدیم شما بکنیم. امشب هم مهماندار هستیم و مهمان بسیار عزیز را در برنامه با خود داریم که هم خبرنگار هستن، هم فعال اجتماعی هستن، هم مؤثر هستن و بعض از قصه های دیگه هم دارن که خودشان بر ما و شما میگن. فرهناز احمد زی. فرهناز جان خوش آمدی و شبت بخیر. سلامت بسیره جان، شب خودت همچنان بخیر. سلام مملو از محبت دارم خدمت شما، خدمت همکارانتان و خدمت بینندگان که فعلا برنامه رو تماشا میکنن و امیدوار هستم که جور و صحت و سلامت باشن. انشالله انشالله. چطور گذشت روزت؟ خیلی خوب تا اینده. خب خدا را شکر. چی گپای نو بود در امروزت که در دیروزت نبود؟ گپای نو خیلی زیاد بود، به اندازه زیاد بود. یکیش خب که بسیار جالب بوده برات امروز؟ خیلی جالب، خیلی عزیز ملاقات خودت، چون یعنی بسیار بعد از وقتهای زیاد من خودت امروز دیدم و همی برم خیلی خوشایند و جالب بود. عزیزمی بسیار، من هم خوشحال شدم که خودت دیدم. همچنان. فرهناز جان هر روز که مگذره با یک چیز جدید ما مواجه میشیم. چطور پیش میره کارا فرهناز جان؟ خب کارا خیلی خوب پیش میره، الحمدلله راضی هستم و تلاش میکنم، کوشش میکنم که بتونم از این کده هم بیشتر موفق شم. بیشتر درس مصروفت ساخته، خبرنگاری مصروفت ساخته یا کارهای اجتماعی؟ بیشتر خبرنگاری، چون یک یعنی خیلی انسان را مصروف میسازه و انسان یعنی خیلی ضرورت به این داره که باید مصروف باشه. اگر مصروف نباشه طبعا او مسئولیت که داره از دستش میره. دقیقا دقیقا، هر چیز به زحمت به دست میاد. تو که زحمت نکشیم نمیتونیم همون چیزی که داریم را نگه داریم و پیشرفت بکنیم. اگر زحمت نکشیم چیزی که داریم ما از دست میدیم و برعکسش پیشرفت هم نمیکنیم. فرهناز، هم ما در زندگی روزهای بسیار زیاده داریم، قصه های بسیار زیاده داریم که شاید بیشتر از اشخاص در بارش معلومات نداشته باشند. یکی از گپ های نو زندگیت که تا حالا در رسانه ها نگفتی و ممکن است که دوستایت هم در باره ای رازت و ای گپ نوت معلومات نداشته باشند چی است؟ گپ نوی که دوستایم و هیچ کس هنوز آگاه نیست، من کتاب روی دست دارم انشاءالله. بسیار خوب. که او کتاب من قریب تمام میشه و تمام امو نکات را که ما در کتابم ذکر کردیم ان قریب ان شاء الله بخیر دیگه تمام میشه و به شکل پی دی اف و به شکل هارد به دسترس قرار میگیره. خیلی خوب، خیلی عالی. و کتابم به نام پوهان شوید کتابی است که ما کتابایی را که مطالعه کردم دیدم که تمامش به یک موضوع مشخص میچرخه و به او دلیل تصمیم به این گرفتم که موضوعات را تمامش جمع‌آوری بکنم، چی موضوعات اجتماعی باشه، چی موضوعات فرهنگی باشه، چی موضوعات البته کم سیاسی هم هست و موضوعات که مربوط به زندگی روزمره ما میشه، تمامش خواستم که جمع‌آوری بکنم و مواد بسازم و در کتابم ذکر بکنم که کتابم پوهان شوید انشاءالله هر کسی که مطالعه کنه چیزهای مفید ازش میاموزه 100%. ما مطمئن هستم چون قدر موضوعات خوب که داره حتما یک روز خوب در این کتاب نهفته است. رازهای خیلی زیاد است، برداشت های خودم از زندگی، از برداشت هایم از آدم ها، از برداشت هایم از تمام همی چیزهایی که در دور پیشم میگذره و ما دیدیم، چشم دیدهای ما تمامش در کتابم ذکر کردیم و انشاءالله هر کسی که کتاب ما بخونه در همو انگام مطالعه چیزهایی را ازش برداشت میکنه. چقدر عالی، واقعا که قابل افتخار هستی فرهناز جان. سپاس. و امیدوار سم موفق شوی و بخیر کتابت به دست ما هم برسه انشاءالله. فرهناز، در باره برداشت ها گفتی کتابت تمامش قصه های داره که از برداشت های خودت از آدم هاست، از زندگی است. یکی از برداشت هایت که فکر میکنی دیگران متوجهش هنوز نشدن خودت متوجه شدی چیست؟ شاید این سخنم بالای بعضی ها قدر خوش هم نخوره، یگانه برداشت که من در زندگی دیدم از آدم ها
و این خیلی برام هم خوشایند بوده هم متاثر کننده بوده. این بوده که ما وقتی که امرای آدمای خیلی بزرگ ششت برخواست داشتیم، بعضی هایش دیدیم که بسیار با اخلاق نرم، بسیار با لب پر لبخند، بسیار با اخلاق نیک امرای رویه و رفتار داشتن. و بعضی آدم هایی که خب امی خبرنگار یک خاصیتی که داره بسیار اجتماعی است و امرای هر قبیله مردم، امرای هر طبقه، بله، ارتباطات داره. ما هم امی قسم با هر گروه مردم، با هر طبقه مردم ما روبرو شدیم و نشست و برخاست داشتیم و برداشت های ما که از آدم ها داشتیم، امو تأسف‌گاری را که داشتیم، امو حس خوشی را که داشتیم، ما تمامش در کتابم ذکر کردیم. البته مخاطب نداشته، فقط تجربه هست. بله، تجربه و در یک جمله، در یک متن ما ذکر کردیم. بسیار خوب، بسیار خوب. پس دیگه هم مرا هیجانی ساختی بر کتابت فرحناز جان. در کنار از این که یک کارهای روزمره‌ت موفق هستی، اگر او درس خواندن است، فعالیت‌های خبرنگاریت است، حتی مطالعه‌ت است و کتاب نویسیت است، در کارهای خانه چطور هستی؟ در کارهای خانه بسیار جان خوب هستم و به دلیل از اینکه یکم مصروف هستم، خب طبعا هر دختر خانمی که مصروف می باشه کارهای خانه‌ش هم مادر جانش انجام میده یا هم خواهر برادرش انجام میده. از من رو مادر جانم کل کارهای من انجام میده که قهرمان است. واقعا من از طریق کمره شما ازش تشکری میکنم و من خب مصروف می باشم. واقعا که قهرمان هستن که دختر مثل خودت. سپاس، تشکر. شما خودتون قهرمان هستید، قهرمان میبینید. سلامت باشی فرح. و کارهای من خب اگر وقت داشته باشم انجام میتم، چون کارخانه یک مسئولیت هست. بدون از اینکه یک کار هست، یک مسئولیت هست در پهلویش البته. و کارهای مرا مادر جانم انجام میده و ما هم اگر وقت داشتم انجام میتم. خوب زنده باشن، خدا عمر طولانی نصیب شون کنه. شوخ هستی فرهناز یا عاجز؟ نو قشوخ نو قواجز کم سیاستی و گفته یه مکسای یک مرمه شناسه. بیا که از دنیای شوخی و سیاست و از هم از عاجزی از همه چیز برویم، یک گیم بازی کنیم و در دنیای اکتنگ بریم، ببینیم که چطور اکت میکنی. از این کاغذ ها یکشه میگیری فرناس و برای ما اکت میکنی. من میبینم که چطور اکت میکنی، تا چه حد در اکتت موفق هستی، تا ما تشخیص بتومی که چی است؟ در من باید بگویم که خب ژورنالیست‌ها معمولاً در گویندگی و خبرنگاری و این گپا خیلی خوب میباشن. شاید در اکت هم خوب باشم دیگه، اولین تجربه است. ببینم. گفته که نمک نه 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 جمله نباید بگویی. تو اکت شو بر ما بگو، ما جمله رو میگم. ببینم که چیگونه ایره، من باید اکت کنم. خب ضرور بود که امروز نه 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 فرناز جان خیلی گیم ما بازی میکنم. من میخوام امیر اول تجربه کنم. خب است، نباید اصلا گپ بزنی. نه نه خب فقط عکت شکل. خب خب لباست چه خوب نیست؟ درست گفتم؟ بله. یک رقم سیل کردی که قشنگ معلوم میشد که میخوایی چی بگویی. اجازه است که بگویم یا نه تا آخر دیگه. سعی کن اینجا گفته که باید اگر نمک شور است به زخم تازه ننداز. این حالا دیگه اکت مم، یعنی ما بالای لباس های شما اول، البته خدای نخواسته که لباس های شما خیلی مقبول است، زیباس، این هم یک نمک پاشی میشنه که بله. کس را بگوییم که یک نوز جگر خونی است، رب دادیش باشه. حالا دیگه نوبت شما خب. فکر کنم ما ببینم که ما چی برم میبرایه. خب از این صرف نظر میکنیم یکی دیگهش انتخاب، چون که از ما در برنامه های قبلی هم داشتیم و خب یک چیز بسیار جالب است. خدا کنه که من بفهمم. انشالله که میفهمی. اثر خب ساجق بخورم؟ خوردن است مقصد؟ خوردن است؟ آه؟ آه؟ معلوم میشه که شما لایق تر هستین از من. ایره پوست میکنم میخورم؟ پوست نمیشه خب؟
دادان من دستم از پشت شاو میخورم. نه شد یه آخرین دفعه میره مک میکنم. شاید ببازم. میتونی یا نه؟ یک نقل برات میتونم که مریضو استفادهش میکنم. خب. دوا. تابلیت پست میکنم؟ امرایو میخورم؟ تابلیت امروی پوستش خورد. تابلیت امروی دوره با پوستش خورده. بعضا کنایه میتونی وقتی که یک گپ غلط بزنی یا یک رفتار غلط کنی باز میگن که خیر است گناهش نیست دوره امروی پوستش خورده. امروی پوستش خورده. کدام وقت کسی برات گفتن؟ بله گفتن. خب ما با کف نگفتیم ولی دیگر رو گفتن بله. از شوخی بعضا میگن. خب بسیار تشکر فرهنوز جان از اینکه اومدی به برنامه. انشالله که کتابت هم بخیر چاپ شه و ما هم مستفید شویم. از چی پیام داری به بیننده ها؟ پیام می است که خب پیام ها خیلی زیاد شده نیاز به هم عمل هست ولی خیر یک پیام کوتاه می باز هم پیام بله باز هم پیام میگم همیشه تلاش کنین همیشه کوشش بکنین بجنگین به خاطر خواسته هایتان به خاطر آرزوهایتان هیچ وقت تسلیم نشین دنیا دنیای تسلیم شدن نیست دنیا دنیای ادامه دادن است دنیا دنیای تلاش کردن است چون ما بیوده خلق نشدیم بیوده به دنیا نامدیم و بیوده کار نمیکنیم اگر کار میکنیم به خود میکنیم اگر کار میکنیم به ساختن خود میکنیم پس چه خوب است که کار کنیم زحمت بکشیم و تلاش کنیم ډیر مننه قدرمن لیدونکو ساس ټول څخه خوشپاو ولری علمو ملشه بیا هم گپ نو خبرونه ته په خیر وګرځیدای په دې برخه کې ناظم جان سلامت لرو سلامت بخښه سلامت کوم گزارش په سوشل میډیا کې بشه زی که در سلامت بریم از خود چپا ما ته می کارتت همون در سلامت نه یام راسته سلامت بخشی است که شما برنامه‌ای که در چینل یوتیوب آریانا پربازدید است و بیننده بیشتر داشته ما در این بخش کامنت هایی را میخوانیم و امی بخش گوشه از امی برنامه را نشر میکنیم. در بخش سرآمد هم در این برنامه یکی از گزارش ها فکر بکنم که بله یکی از گزارش های حفیظ جان امیری است درباره 500 فامیلی که اینجا کراچی ها را پس کردن و ساحه را مکمل پاکسازی کردن. خب طبعا گزارش خیلی زیبا است که شما ایزا بیشترین بازدید را داشتین و یک چند کامنت هم میخوانیم و یک بریم یک گوشه از این گزارش رو ببینیم و بر بگردیم و کامنت های ایزا رو بخوانیم درست؟ اول گزارش رو میبینیم ناظم جان دوباره بر میکردیم تمامش خونه میشه گوشهش رو ببینیم آمده ایم به ناحیه 15 شهر کابل هر کسی که کار میکرد مثلا فامیل داشت 5 نفر عیال نانخور داشت اونمون نان سر از اونمون عیال از او قطع شد روی پیسه گران بود بیادر خلاصه در حکومت جمهوریت بیادر رئیس نهای پیسه را خورد آورد مستقیم نوری سرک قصابه را جابجا کرد این بدبختی کل دست قصابه سیجا از یک طرف تخریب روینده است از دیگه طرف بازسازیش روینده است این بیکار کتاب رو برات ببینی کل از این خلاصه دل درد است با ما جای بده رئیس نهای همکار ما باشه با ما پس جای بتا باز یک جای مناسب اگه ما در اینجا داشتیم انشالله مردم از پیش شما میخون سبری؟ خب وظیفه ما شتو کنیم از شب خدا آمدیم سر ماشین من نه ما سر ماشین نبیه رو بیه در سر ماشین نه ای خب اگر روزی بازست بنده باشه همساته قطش میکنه اینمی قط کردن روزی بنده است حالا چرا وجه بلند شدی؟ با خاطر که یک ذره بلند معلوم شوم کمک پیشتر بریم که سرک بند نشه ما شما هم در اینجا قصه میکنیم صحیح است خوب هستین تشکر شما خوب هستین خیر باشین نامتان چی است سید عمران دلاور سید عمران دلاور چی کارو بارا بیاده کاروبار فعلا بیکاری یا می روزگار را که بالای مردم میبینی و اینا می رخن خود بیکار است بیکار خود خیج قبلا چی نداشتی نه خیر نه ما باشنده این محل هستم خب این محل چند سال از این منطقه زندگی تقریبا 23 سال میشه 23 سال چند دفعه تغییر در اینجا آمد در اینجا تغییر هیچ بار نامده ای اولین بار است که تغییر اولین بار است که تغییر می بله ولی تغییر چه قسم دیدی دید خودت چی است دید خودم این رقم است که در اینجا هر دوکانی که بود هر کسی که کار میکرد مثلا فامیل داشت 5 نفر عیال نانخور داشت
اونمو نان سر از اونمو عیال از او قطع شد. ایجره تخریب در زمن برشان جای مشخص میکرد، میگفت که شما از اینجا مثلا در اینجا انتقال کنین، برین در اینجا کار و بارتان شروع کنین، باز ما این تخریبات شروع میکنیم. مثلا ما اینجا تخریب میکنیم، این سایه سبز است که ما مثلا اینجا درخت میشانیم یا اینجا گل میشانیم یا اینجا مثلا جور میسازیم. درست؟ اما یا یک دفعه در یک دفعه جای به هیچ کدام از یک همه شاید است. شاید جای برشان یک بلستم نداده باشه که تمی غرفه تبان همیشه به کابل یا سودا میکنه، خودتون شاهد حال هستین که جای برازیا نداده. فکر کنید که از یا روزی از یاره گرفت، وقتی که از یک نفر از هر مثلا ما شما که ضرب بزنیم هزار خانه را که 5 نفر روزی شه بگیره، این فکر کن که 1000 خانه باشه، 1000 خانه ما مثلا 5 نفر یک ضرب بزنید کجا میرسه. اما باز خدا کنه که یک جای مشخص پیدا شه. شب تشکر، بخیر باشه. از کی غرفه دیجا داشته؟ ما خودم نام دلاور خان هستم، 12-13 سال میشه 5 صفه مولی کار میکنم. امیال این 2-3 روز است که بیکار هستم. 1-2-3 پیدا میکنم، شب 1-2 تا نان میگرفتم به خانه میرفتم. مگه مال که بیکار ماندیم چی کنیم؟ نکنم وظیفه است، نکنم کار است، چی کنم؟ تو خودت بگو. دید خودت چی است؟ نظرت چی است؟ چی باید شو؟ ما خوش هستیم که وطن جور شو و آباد شو، مگم که نان باشه. نان نباشه ما چی کنیم وطن؟ یعنی گپ خودت چی است بخاطر این تخریب اینجا؟ با ما با جای پاس پیدا کنند نای 15. با ما جای بتا رئیس اونا، همکار ما باشه، با ما پاس جای بتا. بله. گزارش حفیظ جان امیری از 500 فامیلی. 500 فامیلی رو از نزدیک دیدی انشاءالله. زیاد. آسم بیشتر کجا میره و حفیظ کجا میره؟ آسم جان زیادتر در سینمای پامیر میباشه، بخاطر که او طرف میره اگران خریداری ها میکنه. خوب میکنه. ولی اعضای ما گزارشات را بخاطر از اینکه وطن خود دوست دارن، وطنهای خود دوست دارن، بیشتر بازدید میداشته باشن. ما گزارشات از فیصل جان آسم همچنان داشتیم در برنامه. بله. و حالا از حفیظ جان امیری که در 500 فامیلی رفته بودن، یک چند کامنت که هموطنهای ما در این گزارش گذاشتن، من به خانش میگیرم اون کامنت اولا و بعدش هم خودت. درست است؟ درست است نازم جان. خب عبید جان دانشجو گفتن زنده باد و آفرین بر شما، موفق باشید. این چکرچورا و ایش دیگه من نمیخوانم. تا سلامت باشی عزیزم. خب بنام وفا یک کس کامنت انگلیسی مونده، السلام علیکم کلین کلین افغانستان. یعنی افغانستان پاک کنین. پاکی پاکی است. کلین کلین نصرت هم که باشه پاکی پاکی است. و کلین کلین آسم هم که باشه پاکی به هر کس میزیم. و فکر میکنم که دارکر برها میگه وقت برنامه تمام است. هست رجال با دوستا خدافیزی بکنیم. خب نمیشه یک دکومنت دیگر هم بخونیم؟ بخال خیلی یک داری دیگر بخال. فکر کنم وقت هم انگلیسی شخصت بخون خیلی. فکر بکنم دری بخونی بهتر است. بنامه کابل بورن یک کس کومنت گذاشته. کجا؟ بنامه کابل بورن یک کس کومنت انگلیسی گذاشته. What kind of development project is this when you don't have plan for displaced citizens؟ خب این دیگر سوال داشتن از کسایی که مسئول هستند. ما نظر نداریم، کامنت های شما را همه تو بگونی امانت که میگذارین ما براتون بخانش میگیم. بنامه وحید مجددی هم یک چهار تا قلب بسیار مقبول گذاشته به حفیظ. قربان قلبتون، سپاسگزاری میکنیم از اینکه با ما همراه بودین. وقتتون بخیر، الله نگهدارتون، شبتون بخیر و با برنامه گپ نو همچنان همیشه همراه باشین. شما عزیزا همچنان میتونین در برنامه خودتان سهم داشته باشین و برنامه‌تون رو ببینین، کامنت بگذارین. تربیه بلخ پرونه، علامه ملچه. خدا نگهدارتون.